سلام، چطورین؟ امیدوارم که خوب باشین. به یه ولاگ دیگه با من خوش اومدین. توی این ولاگ میخوایم مهمونی دادن ما رو ببینید که چجوری چه غذاهایی آماده کردیم و کلن اصلا مهمونی دادن ما با ایران یه کمی متفاوت هستش و بهتون نشون میدم. ولی ممنون میشم که قبل از اینکه ویدیو رو ببینید سابسکرایب بکنید، زنگوله رو بزنید که حتما متوجه بشید زودی وقتی من ویدیو رو آپلود میکنم، و خیلی خیلی ازتون ممنون میشم به جای اینکه اینستاگرام برام کامنت بذارید، راجع به ویدیوهای یوتیوب تو همینجا برام کامنت بذارید و لایک هم یادتون نره، چون بعضیاتون لایک فراموشتون میشه. این خیلی به من کمک میکنه و تک تک این کارهایی که شماها برام انجام میدید خیلی با ارزشه و من قدردانش هستم. بریم ببینیم که من چه غذاهایی درست کردم، الان که ظهر جمعه هستش توی چه قسمتیم و در ادامه چی کار میخوام بکنم. بریم. آقا من اصلا نمیتونم آشپزخونه رو بهتون نشون بدم چون که ترکیده، مثل هر خونه‌ای که قبل مهمونی میترکه، مخصوصا آشپزخونه. ولی چیزایی که درست کردم و دونه دونه میخوام نشونتون بدم. ایشون که اینجا مشاهده میکنید سیب هستش به اضافه دارچین، شکر، البته شکرش قهوه‌ایه برای همینه که تیره شده خیلی، یک کوچولو نمک و پوست لیمو یک ذره که این باهاش یه شیرینی میخواد درست بشه، یعنی یکی از دسرهامون این به اضافه یک سری کار اضافه دیگه هست. ایشون هم کشک بادام جون ما هستن که میبینید که هنوز کار داره، یعنی کشک بادام جون در مرحله نهایی هنوز نشده. اینم مرغ هستش که من گذاشتم که سرخ بشه که هر وقت که آماده شدش بهتون باز نشون میدم. این زعفران سس مرغم هستش که هنوز آماده نشده، گذاشتمش با یخ حاضر بشه که بریزم توی سس مرغ و مرغم که سرخ شد بریزمش توی اون با هم ببره. خورشت کرفس، خورشت کرفسمون تقریبا حاضر شده و من فردا نمک و ترشیش رو اندازه میکنم همین. و من میخوام یه دسر دیگه هم درست بکنم به غیر از حالا این شیرینی که نصف اونیمه نشونتون دادم، که اون دسر کیک بلوبری هستش که اونو بهتون حتما نشون میدم، خیلی خوشمزه میشه با یه رسیپی آلمانی. و همین دیگه غیر از این میوه و سالاد و کنار غذایا هستش مثل ماستخیار و ترشی و زیتون و این چیزا که خورده ریزا دقت کردید که هیچ وقت به چشم نمیاد، همش چیزای درشت و غذا و اینا، ولی همه لذتش به اینه که یه عده آدم گل میخوان بیان اینجا خوش بگذرونیم، کنار هم دیگه غذا بخوریم، حرف بزنیم و شما هم در کنار ما باشید. یه فرقی که وجود داره مهمونی‌های اینجا با مهمونی‌هایی که توی ایران می‌گرفتیم که برای من خیلی جالب بود اون اوایل و الان خیلی عادی شده، اینه که ما توی ایران یه ظرف واسه سالاد می‌ذاشتیم که بهش میگفتم پیش دستی، بعد یه ظرف برای پلو، یه ظرف برای سوپ، یه ظرف کوچولو مثلا برای سالاد شیرازی، خیلی ظرف بود. ولی اینجا نمیدونم ما اینطوری هستیم یا بقیه هم اینطوری هستن توی کانادا، ما این رو دیگه حذفش کردیم، انقدر ظرف. و یه چیز دیگه هم این که اینجا، البته من بازم دیدم کسایی که مثل ایران مهمونی میدن، یعنی وقتی مهمون میادش، دیده بودی توی ایران وقتی مهمونی میدیم نیم ساعت یه ساعت قبلش مثلا چای میخورن، شیرینی میخورن، یه چیزای این شکلی یا میوه تعارف میکنن و اینا، بعد شامو میکشن. ولی توی خونه ما جوری هستش که وقتی مهمونا میان ما سریع غذا رو میکشیم و غذا اول سرو میشه و بعد از اون چای و شیرینی و میوه و دسر و دیگه همین. ولی بعضی هم توی اینجا من فکر میکنم هنوز اون مدل ایرانو دارن که اول چای و پذیرایی و اینا هستش و بعد غذا. یه چیز دیگه هم که بهتون بگم اینه که ما چون چند نفری رو داریم توی مهمونامون که شام تقریبا نمیخورن، ما به ندرت پیش میاد که مهمونی شام بدیم، واسه همین یکی همی دست من تنگه توی اون تایمی که از صبح زود پا میشم تا سر ظهر. اگه مهمونی شب بود خب خیلی چیزا رو من وقت داشتم که همون روز آماده بکنم و هم کمتر خسته میشدم و هم که سعی میکردم بیشتر به خودم برسم. حالا اشکال نداره دیگه، مهمونی ظهر هستش و بریم ببینیم که چطوری میشه. امروزم من مرغم آماده میکنم، سالادم آماده میکنم، میوه‌هامو میشورم، سبزی خوردم باید آماده بکنم، اونا رو میشورم جمع و جور میکنم که فردا دیگه تقریبا کاری نکنم. آهان، شیرینی و دسرم امروز حاضر میکنم که دیگه فردا و یعنی خیلی خسته میشم و نمیخوام خسته بمونم.
ساعت تقریبا 2 ظهر جمعه هستش و فردا همین موقع ما در حال غذا خوردنیم. من کیکو گذاشتم که بپزه، توی فر رفته، مرغم تقریبا سرخ شده. میخوام سس مرغو بهش اضافه کنم، ولی یه کاری که این وسط میکنم اینه که من مایتابشو کلن میشورم، به خاطر اینکه یکمی احساس میکنم که اون روغنه بوی سرخ کرده گرفته، یعنی خوب نیست. وقتی که مایتابشو میشورم و دوباره مرغا رو با سسش انتقال میدم توش، بوی زعفرون بیشتر خودش رو نشون میده. یعنی که این بوی حالت روغن سوخته تور داره که باید عوضش کنم. یعنی همیشه سر مرغ این اتفاق میفته. باید بشه. اگه تعجبتونه که موهای من چرا این شکلیه، به نظرتون چربه، موهای من چرب نیستش. یه روغنی از کوکوان ایو بهش زدم که در واقع داره درمان میکنه ساقه موهای من رو. اونایی که تو اینستاگرام منو میبینن راجع به این چیزا تو اونجا حرف میزنه. تو اینستاگرام هم میتونید منو فالو کنید. راستی سابسکرایب که کردی، مرسی. و اگه تا اینجا ویدیو رو هم دوست داشتید ممنون میشم که لایک هم بکنید. من مایتابمو شستم، منتظرم آبش بخار شه و بعدش این سس رو بهش منتقل میکنم، به اضافه مرغایی که سرخ کردم و گذاشتمشون کنار، به اضافه زعفرونی که حاضر کردم. ببین هوا امروز انقدر خوبه که باورتون نمیشه، خیلی خوبه. هوا 12 درجه است تو 9 فوریه. کی باورش میشه همچین چیزیو؟ فوریه امسال گرمترین فوریه تو 86 سال گذشته توی هواشناسی تورنتو شده. یعنی فقط تو شهر تورنتو اینقدر رکورد زده، شهر دیگر رو نمیدونم. من تو اخبار اینو دیدم و خیلی جالب بود. و همین، اگه میشد وقت داشتم میرفتم بیرون، ولی الان باید برم یه خورده کار کنم. یه آپدیت هم بدم، کیکم داره میپزه، کار دیگه با اون ندارم. مرغم هم داره میپزه واسه خودش، دیگه فاینال شد تقریبا. من باش کار ندارم، فقط باید مواظب طعم و نمکش و اینا باشم. کاری که باید بکنم چیدن میزه، پایان تمیزکاری، جمع کردن آشپزخونه و شیرینی پختنم هستش. بقیه کارا رو دیگه فردا میتونم انجام بدم. آهان، خیارم خورد میکنم، سبزیامم میشورم. ببین چه کیکی درست کردم. این از کیکمون و میرم سراغ شیرینی. به به، آقا این کیکو حتما درست بکنید، خیلی راحته و خوشمزه است. رسپیشم اصلا عوض نکنید. سری دومشه. سری اولش من چیدم اینجا. اینم از شیرینی جعفری برای سبزی خوردن و تزیین مرغ. اینم یه بسته پیاز چست و تروبچه برای کنار غذا و کشک بادام جون. شاید باورتون نشه ولی من امشب رفتم حموم، به خاطر اینکه احساس کردم همه تنم، موهام، سرم، همه جام بوی پیاز داغ و نعنا داغ و ادویه و چیزای این شکلی میده که واقعا نمیتونستم تحمل کنم. میدونی چی شد؟
من فکر کردم که مرغمون کم میاد و این صدایی که میشنوی صدای سرخ شدن مرغه. فکر کنم دوباره باید برم همون. در مرشو گذاشتم، هواکشم روشن کرده بودم، الان خواستم اینو به شما توضیح بدم، هواکش رو خاموش کردم چون صداش خیلی بلند بود. ولی میرسم، ساعت 9:30 صبح میرسم که این مرغ جدیدا رو بپزم و اینا. چون گرمم میشه و همش تو رفت آمدم میرم میام و اینا، یه اگه سردم شد یه جاکت دستش میشه. ولی کلا هوا خیلی خوبه، برخلاف اینکه فوریه هستش امسال خیلی هوا گرمه. مهمونی تموم شد، همه رفتن، خیلی خوش گذشت. دیگه جاتون خالی، داریم جمع جور میکنیم و تمیزکاری های بعد مهمونی و برگردیم به تنظیمات کارخونه و روتین همین.